و اگر بیاد بیرون روز از نو روزی از نو و این دفعه فضا تیره و تارتر خواهد. حالا این داستان البته برای خیلی ها که ابراز خوشحالی کردن یا نفس به راحت کشیدن و طبیعی است که این کار بکنن، ولی این داستان برای 6 ماهه. بعد از 6 ماه اگر ایران کاملا به تعهداتش عمل کرده بود، در اون صورت نسبت به رفع بقیه تحریم ها اقدام خواهند کرد. در این مدت تحریم سیستم بانکداری ایران همچنان برقرار خواهد بود و تحریم نفت ایران هم همچنان برقرار خواهد بود و فقط در اینجا مقداری از پولهای ایران آزاد خواهد شد و نیز اجازه مبادله فلزات گرانبها یعنی طلا هم داده میشه به ایران، چون رابطه با طلاش رو با ترکیه همچنان ادامه بده و نیز تولیدات پتروشیمی ایران که در مجموع حدود 11-12 میلیارد دلار در ساله که 2-3 میلیارد از اون به اروپا صادر میشد و شامل تحریم شده بود هم مجاز خواهد بود که به اروپا صادر بشه. مجموعه اینها رو بعضی از چرک‌اندازان سیاسی انداختن، میگن ایران مجموعاً با همه این روی هم ریختن‌ها حدود 20 میلیارد دلار گیرش خواهد بود. البته این نوع برخورد کردن، کوچک کردن صورت مسئله است و ناچیز شمردن اونه، در حالی که با ملت 75 میلیونی طرف هستیم که تولید ناخالص داخلیش بنابر روش سبد قدرت خرید با نزدیک 1 تریلیون دلاره و بر مبنای نرخ رسمی دلار یه چیزی تو مایه‌های 600-700 میلیارد دلاره و طبیعی است که با یک همچین اقتصادی بر 20 میلیارد دلار گرچه اجازه نفس کشیدنی خواهد داد ولی رقم بسیار تعیین کننده نیست. بله. حالا از طرف دیگه از طرف دیگه ما در ایران هم لازم بود که توضیحاتی داده بشه که ما بعد از 10 سال بعد از بالا پایین شدن های بسیار در تغییر دولت و بعد اینکه دولت جدید داده که ما همچنان بر حقوق مسلم ایران پاسداری خواهیم کرد و سر سوزن یا عقب نشینی نخواهیم کرد، باید اون هم نشون بده که تبدیل به این اهداف رسیده. البته بی انصافی نمی کنم، بله بسیار قابل توجهی رسیده، ولی نکته اینجاست. اولین واکنش من در شنیدن امضای موافقتنامه این بود که از خودم پرسیدم که باید خوشحال باشم یا غمگین. بله. بعد به خودم گفتم که احساسی که دارم و میتونم داشته باشم احساس تلخ شیرینه، شیرین تلخه. الان توضیح خواهم داد. ببینید از لحظه امضا تا حالا کارناوال های تبلیغاتی راه افتاده، پاره از تلویزیون های لس آنجلسی، بخش های از سلطنت طلبها و گروه هایی که در خدمت بیگانگان هستند، اونها این رو قرارداد ننگین اسپردن، ترکمنچای اسپردن، مملکت فروشی اسپردن. خب یواشاش باید گروهاشون قطع شاخه، اونا حق دارن. اونا خب کم کم میتونه حقوقاشون کم شه، باید عصبانی بشن دیگه. خب طبیعی است. بله. اگر این بذارید الان که شما توضیح دادید به همین جا در همین جا بپردازم. شما فکر کنید که واقعا نتانیاهو با توجه به اینکه همین امروز هم در همین مصاحباتی که میشد گفته شد که در تمام مدت مذاکره ریز مذاکرات پی در پی دائم به اسرائیل گزارش می شده و جان کری عازم اونجا خواهد شد که از نزدیک به اصطلاح توجیه بکنه اونجا رو.
آیا واقعا با این سیستم قوی جاسوسی که اون اسرائیل داره، آیا واقعا اونا نمیدونستن که ایران خطر براشون نیست؟ این رو در صحبت‌های پیش خیلی بهش پرداختیم. میدونن، ولی لازم داشتن این خطر رو، لازم داشتن این منبع نگرانی رو. احمد نژاد براشون آب حیات بود، کنفرانس انکار هولوکاست براشون یک مائده آسمانی بود. این که گفتم تلخ به این بخشی از اون تلخه که بیشتر توضیح خواهم داد، اینها برای اونها ضروری بود که بتونن از اولاترین مسئولیتی که به عهده دارن شونه خالی کنن. مسئله فلسطین رو سالیان درازه که در بوته اجمال گذاشتن، به این دلیل که تضاد اصلی ما امروز ایرانه، به این دلیل به خطر اصلی فعلا ما زندگیمون در آقا ما اصلا مرگ و زندگی بر ما مطرحه. یه کشوری بلند شده میخواد اصلا کشور ما رو خاکشه به توبه بکشه. خب حالا که اینطور هست، شما میگید بریم بشینیم مذاکره کنیم ببینیم که 4-5 میلیون فلسطینی حق دارن به بیت المقدس و سرزمین خودشون برگردن یا نه. این حرف های چیه؟ مال بعده. خب حالا لحظه ای که این اتفاق واقعا بیفته و جهان بپذیره که ایران هیچ خطری برای هیچ کس نیست، آیا اینا مجبور نخواهند شد که پاسخ این اشغال خزنده رو بدن؟ آیا مجبور نخواهند شد که در اون تا دست کم تا اون لحظه که پیش رفتن متوقف کنن و به دیگه اشغال بیشتر نکنن؟ ناگزیر نیستن که به تقاضای افکار عمومی جهان پاسخ بدن و به حل مشکل فلسطینی بپردازن. حالا خیلی جالبه، خبرنگار CBS داشت میگفت که در این مدت آمریکا که نه فقط اسرائیل بلکه کشورهای عربی مانند عربستان و کشورهای خلیج رو حالی کرده بود که چه خطر اونها رو تهدید میکنه. اینجاش خیلی جالبه، دقیقا این کلمه، آمریکا اونها رو تا دندان مسلح کرد. حالا همینجا شما فکر کنید، صحبت یه میلیونه، یه میلیارد نه، صحبت 120 میلیارد به 160 میلیارد 200 میلیارد دلار برای چند سال برای اولیگارشی های سازنده تسلیحات کار درآمده. خب اینا اگر واقعا این آرامش برقرار بشه، این خطر قلابی از بین بره، آیا دلیل خواهند داشت که اون کشورها رو که عملا مثلا آدم های اینها هستن، رهبرانشون در خدمت اینها هستن، آیا خواهند تونست بازم به همین سیاست ادامه بدن؟ نه، در همین چارچوب هست که به همون حرفی که شما زدید میرسید. تعدادی که تو این مدت از قبل این دعوا و این به صلاح هیولای قلابه که ساخته بودن رو خوردن، این باعث شده که اونا به عنوان تحلیلگران متخصص ایران به نون نوایی برسن، سر صفحه ای بشینن و جیره ای دریافت کنن. بله. طبیعیست، من یادم میاد جوونی که یه مدت شاید 6 ماه یا 8 ماه در روزنامه نشاط اون سالهای اول فاطمی کار کرده بود و از طریق اون روزنامه با مسائل داخلی ایران با وزارت اطلاعات با اینا آشنا شده بود، بعد اونجا رها کرد و اومد به خارج از کشور در اروپا زندگی میکنه. خب این مدت های قابل توجهی از قبل این اطلاعاتی که داشت تونست رو پاش واسفه و خودش رو به منابع قدرت برسونه. میدیدن که عجب این جوون میدونه در وزارت اطلاعات کیا در مصدر کار هستن، کیا فرمانده هن، سیستم کار چگونه است، سپاه چطوریه، در دار فلانی چی کار است، قدرتش چقدره، پیشبینی تحولات در فرماندهی سپاه چگونه است، که اتفاقا در رابطه هم خیلی حرفا زده بود. و همین آدم بود که وقتی که جورج بوش خواست به عراق حمله بکنه، مقاله نوشت و در سایت ها گذاشت که باشه هر کی میخواد به من بگه جیره خارج CIA راست میگه هستم.
من از پرزیدنت بوش خواهش میکنم یه طرحی هم بر ایران اجرا بکنه، یه حمله‌ای هم به ایران بکنه و رژیم ایران رو عوض بکنه. خب این چنین کسان هستند. بسیار در اروپا، در آمریکا، در جاهای مختلف هستند. طبیعتاً نون اونها قطع خواهد شد. خب اینجا گروهی از هر زاویه ما نگاه بکنیم یه نتیجه میگیریم. قرارداد خیلی خوب مبارکه، قرارداد بسیار بد و ناپاکه، نامبارکه، یا قرارداد بینابینه. همه این تلقی ها شده و میشه دربارش صحبت کرد. بله. ولی واقعیت اینه، من در این چند روز گذشته که این جریان کنفرانس برقرار بود، سایت ها رو کنترل میکردم، به ویژه رسانه های داخل رو یا فیسبوک رو و توییتر رو از راه های مختلف، حساسیت بخش بزرگی از مردم رو به این مسئله متوجه شده بودم. حتی شنیدم که در بازار تبریز یا در تهران افراد به همدیگه تبریک میگفتند، خوشحال بودند. تکه قیمتش اومد پایین، دلار قیمتش اومد پایین، دلار بورس رکورد شکست، رکورد تازه گذاشت. خاتمی خطاب به مردم به بازار گفت که خب حالا صنایع، گفت حالا نوبت شماست ملت، حالا این کار شد، حالا نوبت شما. روحانی، آیا واقعا همین هایی که الان اشاره کردم، این تبریک ها، این خوشحالی ها، این زغزندگی ها خوبه؟ آیا پایه داره، مبنا داره؟ اگر هیچ نباشه، نشون دهنده یک واقعیته. سفره‌های خالی شده، بیماران بیدارو، 24% نرخ بیکاری، 45% نرخ تورم، کابیدن بخش بزرگی از صنایع. همه خبرهای دو سه روز پیش اینه که صنعت اتوبوس‌سازی ایران توقف کرده. بله. اینم یه خب. آیا با این شرایط و اعصاب ناآرام و نگران هم مردم و هم اقتصاد مملکت، آیا لازم نداشت که دلیل پیدا کنه یه نفس به راحت بکشه؟ اگر راهنمای اول من رفاه و راحتی خوشبختی مردم همه، طبیعتا این رو مبارک میدونم. خوبه. این که گفتم تلخ شیرینه اینجاست. ببینید حتی از اون رقم کوچکش بخوام بپردازم. قرار شده که غنی‌سازی 20% رو، اون 200 کیلو رو تقلیل بدم به 3.5 برسم. این منو یاد اون روزهایی میفته که احمد نژاد میمد میگفت که ملت دوشنبه خبر خوش هسته‌ای براتون. خب من میتونم از خودم بپرسم چند میلیارد دلار صرف اینها شده؟ آیا برای ملتی که اولویت‌های بسیار بالاتری داره، آیا اینها ضروری بود که کار به اینجا برسه که حالا اونها رو به دست خودش و با هزینه مجدد اونها رو از بین ببره؟